بیا مو هم وخت په خیر سلیمه شي خرغلاس ته وایم په دې هیله چې تاسو به ټول رک روغ اوسئ ژوند به په خوشحالۍ سره تېریږي او همداراز د خپرونې په دې برخه کې مونږ ډاکټر صاحب عالم آصف لرو له ځان سره دی نو د کابل امبولانس مشر پر غاړه لري د کابل امبولانس له خدماتو نو تاسو هم خبر یاستئ چې تقریبا د هیواد که هم د کابل ډیری کسان ورڅخه خوښ دي خوشحاله دي ورڅخه او د دوی فعالیتونو نو چې په کوم ځای کې الله دې اول پیښه نه کوي نو چې کله هم پیښه کیږي دوی دفتن ځان ورسي په هماغه ساعت باندې ځان ورسي تر څو هغه ټپیان په خپل وخت سره خپلو هغه شفخانو ته ورسي. نن لا سره دی غواړو چې دوی پر امکاناتو باندې وغږیږو چې آیا د اوسنۍ حالاتو کې تقاضا څومره ده او همداراز د دوی امکانات په کومه اندازه باندې دي او همداراز د دوی فعالیتونه څومره چټک شوي دي. جناب ډاکټر صاحب خوش آمدین و صبحتان بخیر. تشکر از اینکه ما را وقت دادین. ما بیاییم در تلویزیون شما در قسمت عرضی خدمات آمبولانسی یا عرضی خدمات قبل شفاخانه ای معلوماتی که از باید از خدمات را که ما داریم مردم یک آگاهی خوب داشته باشن و بتوان از این معلومات ما بتوان استفاده خوب استفاده موثر کرده بتوان. انشالله ما زنده باشیم. خیلی خوش آمدین آقای یوسفی. آقای یوسفی میشه بگوین در ابتدا قسم که خودتان گفتین معلومات داشته باشین، میشه بلی. معلومات کلی کوتاه بر ما داشته باشین. خوب است. دکتر آسم هستم، مسئول کابل امبولانس سرویس. ما در زی خدمات ما خدمات 24 ساعته و رایگان داریم. خدمات ما البته داخل شهر کابل به ولسوالی هم جوارش است که در این خدمات خود ما میتونیم که در مجموع وقات کتلوی و وقات که مردم از خانه های خود زنگ بزنن، 102 مرکز خدمات کابل امبولانس است. هر زمانی که همشری های ما مریض می داشته باشن یا با کدام واقعی امرجنسی روبرو میشن، واقعاتش سوزی باشن، انفجار باشن، انتحار باشه، هر واقعی که باشن 102 مرکز خدمات کابل امبولانس میشه در تماس شوند، درخواست امبولانس کنند. مسئولینی که ما در مرکز خدمات کابل امبولانس داریم، اونا به طور 24 ساعته پاسخگو به درخواست کننده امبولانس هستند. کسی که درخواست امبولانس میکنن فقط یک دو سه سوال، آدرس مشخص از درخواست کننده میگیرن، مریض میگیرن، مربوط مریض با کدام شفاخانه قبلا با کدام شفاخانه شخصی، شفاخانه دولتی، تاریخچه کجا بوده، او را یک معلومات گرفته بودن به نزدیکترین سایت خود هدایت میده که مریض از محل واقع بگیره و زمانی که تیم آمبولانس در محل واقع در خانه یا منزل جک می باشه، مریض خود ابتدای ارزیابی میکنه، ضرورتمندیش داخل خانه، دکان باشه، جک باشه، میبینه که ضرورتمندیش چی است، کدام نوع ارزی خدمات ضرورت داره، ارزی خدمات رو برای مریض خود انجام داده بدن، مریض خود در استریچر که داره داخل آمبولانس میبره و به اساس همون تاریخچه‌ای که گرفته مریض بر شفاخانه که ارتباط بگیره با اون شفاخانه انتقالش میده و در جریان را همچون یک ارزی خدمات قبل شفاخانه‌ای داره که برای مریض باید انجام بده، فرم داره که فرم خود ارزی خدمات را که برای مریض انجام میده او را درج فرم خود میکنه، با مو شفاخانه که میبره انتقالش میده، فرم خود به مو دکتر نوکریوال شفاخانه تسلیم میکنه، همو خدمات را تشخیص ابتدایی را که برای مریض مونده، یعنی کار دکترم در واقعیتش بسیار ساده میسازه. بله. در حدوداً 50% خود دکتر را مادار به این میسازه که تشخیص خود زود بتونه در امینج به وجود بیاره. دیگه این ارزی خدماتش است و در مجموعه کابل امبولانس دارای 15 سایت می باشه که در نقاط پرمزدحم شهر کابل، هر سایت ما از یک رد امبولانس تا سه رد امبولانس داره که به طور 24 ساعته در خدمت مردم به طور رایگان می باشه. جناب دکتر صاحب، وقتی که ما چون خداوند از این حادثات ما را خلاص بکنن تا یکی دیگه نام از این حادثات نداشته باشیم، وقتی یک حادثی میشه زنگ میزنه به کابل امبولانس، کدام نکات هستن که شما او را رعایت میکنین؟ چقدر مدت دربر میگیره تا اینکه کابل امبولانس در صحه برسه؟ خوب است. در ابتدا یگانه مشکل که ما داریم در قسمت ازدحام بودن بیش از حد وسایل داخل شهر کابل است. قاعده کابل امبولانس و قانون استانداردهای کابل امبولانس در زمانی که درخواست کننده درخواست امبولانس میکنه، امو لحظه از او ثبت میشه که درخواست کننده به کدام وقت یا کدام تایم خود زنگ زده درخواست امبولانس کرده. بعدا مرکز خدمات از طریق مخابره یا که داره به خاطر از اینکه زود ارتباطات وصل شود، در تمام سایت های خود، امبولانس های خود ما سیستم مخابره وصل داریم. اگر شما را دایر کنی یک میاد وقت میگیره، اما مخابره یک صدا میکنی در مجموع 15 سایتی که صدا را میشنوند. در جریان روز سه دقیقه، در جریان از سه دقیقه الی ده دقیقه و در جریان شب
4 دقیقه و 10 دقیقه امبولانس باید در محل واقع برسه. یعنی غیر از ازدحام راه شما در داخل که با یک دیگه کنک میشین یا هم یک کسی دیگه را زنگ میزنه، مثل که در دولت هستن کاغذ پرانی و ایگپا اوجه دیگه نیستن، اوجه نی. فقط از طریق مخابره هستن که دفتن میشن. ما گفتیم که ما از طریق مخابره، مخابرهایی که داری مخابره یوچف است، فقط امو لحظه که کار سنتر یا مرکز خدمات از درخواست کننده آدرسش میگیره، شماره تلفنش میگیره، مریضش میگی چی نوع مریضی است، با کجا میخوای بره، فقط از طریق مخابره. وقتی که صدا میکنه، این یک صدایی که میکنه 15 سوی در مجموع یا 21 22 در امبولانس است در مجموع صدا را میشن آن. و بخصوص این سیستم ما بر وقات امرجنسی بسیار مهم، بسیار زنده است. زمانی که یک واقعی کتلوی میشه، بر اساس ما پلان هایی را که ما داریم که امبولانس در محل واقع روان میکنیم، اما وقتی که یک واقعی امرجنسی میشه، هر واقعی که باشه از طریق مخابره صدا میکنه و امبولانس ها در مجموع 21 یا 22 در امبولانس هم زمان صدا را میشنوه. واقعی که مربوط به مساعد میشه، او میره به طرف محل واقع و دیگر امبولانس ها ماده عظیمی باشه که در صورتی که تعداد مجروحین زیاد باشه، اون سر از او بار دوم صدا میکنه و امبولانس ها حرکت میکنن. این بسیار یک سیستم در بخش تعیین کارمندایتان، در بخش شما کدام کاتگوری رو دارین؟ تا چه اندازه شما کارمندایتان چک میکنین تا اینکه با خوش طبع اشخاصی که زنگ میزنن آیا با ما اندازه رضایت دارن یا ندارن؟ شما چقدر وقت مدت بعد همکارایتان چک میکنین؟ خوب است، سیستم و پروسیجرهای کابل امبولانس طوری است که زمانی که کس ابتدا میده کابل امبولانس به صفت یک کارکنسی کار میکنه، میشه درایور باشه، نرس باشه و یا دکتر باشه، ابتدا بر مدت یک ماه باید است استانداردهای کابل امبولانس و ترنینگ ارزی خدمات قبل از شفاخانه ای رو باید بگیره که 15 روز به صورت نظری میشینن اتاق لکچر هاست، در لکچر ها رو میگیره 15 روز دیگه به شکل عملی تمام سایت ها رو بره بلد شو و ببینه، مشاهده بکنه و تمام تجهیزات که در داخل آمبولانس هست در جریان این یک ما باید است با کلش آشنا شوه. مثلا یک مریض سوختگی را که مواجه میشه، با کدام میتود با مریض سوختگی از کدام روش استفاده بکنه که مریض سوختگی رو بتونه ارزی خدمات بهتر بکنه، و یک مریضی که فرکچر داره، یعنی کسر داره، کسر اطراف الوی می باشه، سفلی می باشه، کسر سر است یا ستون فقرات است، او تمام موضوعات می فهمه که یک مریضش که کسر ستون فقرات یا تردید ستون فقرات داره با کدام میتود امراضی پیش بره که مریض خود احیای مجدد بکنه. این سیستم است که ابتدای کارکنان صحیح می یک موبایل با ما کار کنه و در پهلوی از سالانه ما میتونیم که دو بار ترنینگ های کمک های اولی را به تمام پرسنل خود ما دایر می کنیم. ترنینگ های یعنی ریفریشر برشان می دیم. و موضوع دیگه که خودت اشاره کردی در ارتباط با کال سنتر است. در کال سنتر کابل امبولانس یا مرکز خدمات کابل امبولانس ما کوشش کردیم کسایی را که از نظر افهام و تفهیم و از نظر از اینکه جانب مقابل خوب درک کرده بتانه، بتانه او را قناعت داده بتانه و یا سوالای خود بسیار اساس کرده بتانه، و یا اینکه یک نفر که مزاحم می باشه از پشت تلفن چطور بتانه اون مزاحم تشخیص کرده بتانه. به می اساس ما به اساس اینمی کرایتریا که هست ما در بخش مرکز خدمات کابل امبولانس نوکری والای را که تعیین کردیم به اساس اینمی. بخاطر شکایت هم چیزی رو دارین؟ برای شکایت هم چیزی دارین که بله اطمان چطور مزایمت؟ ولا مزایمت بله زیاد است. مثلا در یک روز اگر بگویم 70 80 یا 90 ترانسپورت اگر داشته باشیم یه مریضی که انتقال بتیم، فکر کن سه چند از اون مزاحمین داریم که هر که زنگ میزنن و در این وقتا تعداد مزاحمین ما باز هم بیشتر شده که تعداد همکارا گفتن که در قسمت اگر وزارت محترم و مخابرات و یا شبکه هایی که بخش تلفون ها کار میکنن اینا با ما همکاری بکنن که مزاحمین ما کمتر شون بسیار بهتر میشه، چون مزاحمین زیاد است. و توقع ما هم امی است که زمانی که ما از تمام شبکه ها 102 را دایور داریم که از هر شبکه دو شماره یک شماره است، اگر ما یک شماره که مزاحمین مول از زنگ میزنه و در امول از در یک ساحه یک واقعه میباشه یا یک کس مریض میداشته باشه، او هم زنگ میزنه و اگر ده بار زنگ بزنه چون شماره را مزاحم مصروف نگه کرده، باز او نمیتونه کسی که واقعا مستحق است او به شماره 102 دسترسی خوب پیدا بکنه. دیگه توقع ما از مردم همی است که بگذارن 102 مرکز خدمات کابل امبولانس یک مرکز است که بتونه از خدمات قبل از شفاخانه‌ای را برای نیازمندان خود انجام بده.
بگذارن، اگر میخواین که مصروف نگاه بکنن یا که وقت خود ضایع بکنن، میتود های مختلف وجود داره. از یک میتود دیگر استفاده بکنن، خود مصروف نگاه بدارن، اما یک صد دور نگذارن. بلی خود فیسبوک فعال بکنن. بلی فیسبوک یه مال بسیار زیاد شده. شماره دیگر دایر بکنن. بلی ها. دکتر صاحب، این 15 سایت که شما دارین، آیا کافی است داخل مرکز یا خیر؟ 15 سایت خوب برای شرایط فعلی، اگر بگوییم نه کافی نیست، چون فعلا اگر بگوییم که شهر کابل یک شهر پر نفوس است، نفوس شاید احتمالا اگر بگوییم بیشتر از 7 میلیون یا 6 میلیون باشه، برای 7 میلیون یا 6 میلیون نفوس تعداد امبولانس هایی که داریم انوز هم کم است، بلی. اما ما تا آخرین قدرت کوشش میکنیم که درخواست کننده های خود جواب مثبت بدیم، هیچ جواب نشه که جواب منفی باشه. یک موضوع و موضوع دومی است که ما سالا پلان توسعوی داریم که نه در هر سال ما بتانیم 2-3 استیشن خود و یا 3-4 دان امبولانس خود نظر به بودیجه ایره که برای ما وزارت محترم مالیه میته، ما بتونیم سیستم توسعه ایره پیش ببریم. دیگه این میتود است که در حدود 3-4 سال شده، یعنی 3 سال پیش کابل امبولانس 4 سایت یک مرکز داشت که در مجموع 5 تا میشد، و اگر ما 4 سال پیش با امروز مقایسه بکنیم، امروز ما 14 سایت و یک مرکز که در مجموع 15 سایت میشه. یعنی از نظر فیصدی هم اگر ما سبب کنیم 300% از 200% از 3 سال پیش که ما امروز پیش استیم. دکتر صاحب، در ولایت ما چطور است؟ در ولایت ما هم فعالیت داره کابل امبولانس یا خیر؟ سیستم ارزی خدمات قبل از شفاخانه ای صرف فعلا در 2 ولایت فعال است، که یکی ولایت هرات است و دیگه ولایت پروان است، که پروان امبولانس و هرات امبولانس است، که ما اونها را همچنان تداب اساسیشون مربوط به کابل امبولانس است، چون کابل امبولانس از نظر تکنیکی امروز به یک موقف بسیار خوب قرار داره که تانست ایرات امبولانس و پروان امبولانس از نظر تکنیکی کمک بکنه. و دیگه ولایت ها همچنان، یک تعداد ولایت ها درخواست کرده بودن در حدود یک ماه پیش، قندهار که ICRC از من درخواست کردن که در قسمت پلان فعالیتش و پلان بودجویش باید است یک استیشن که 5 ایرات امبولانس باشه، ما می خواهیم که ایجاد بکنیم، که سر از او من خودم در حدود 20-25 روز کار کردم، پلان فعالیتش امروی برگداون یا پلان بودجویش تنظیم کردم، تسلیمشون کردم، و با امید از اینکه در قندهار هم انشاءالله که اگر دمی ICRC بتانه انشاءالله روز بروز خوب، اضافه تر مربوط به خود ولایت میشن که خود ولایت چقدر اکتیف هستن یا چقدر فعال هستن، چقدر میخواین این سیستم امبولانسی را. ما در مجموع وقت با استثنای پول، اما از نظر تکنیکی میتونیم زیاد کمکشان بکنیم انشاءالله، با امید از اینکه ما بتانیم در هر بخش، در هر ولایت از امی امبولانس ها داشته باشیم، از این سیستم داشته باشیم، و همچنان تا اینکه به مشکلات مردم زودتر رسیدگی بکنه. و با امید از اینکه شفافیتی که در کابل وجود دارن، شما شفافیت در به وجود آوردین، در ولایت همچنین باشه. بسیار سپاس که آمدین و دعوت ما را پذیرفتین. زنده باشین، تشکر شما همچنان که ما را درخواست دادین یا تقاضا کردین تا در معلوماتی که در ارتباط با کابل امبولانس هست مردم و جامعه بفهمن و از هی میتود بتونن استفاده مؤثر استفاده خوب زنده باشین. با امید که مردم هم قسمی که رئیس و همچنان پرسنلشون تلاش میکنن تا یکی شفافیت باشن در بخششون و به وقت مواقع با مشکلات مردم رسیدگی بکنن، با همون قسم مردم هم همراهشان همکار باشن، از مزاحمت ها و همچنان از ای داره را دور نگه دارن تا یکی یا با فرصت بتونن به اما مشکلات مردم رسیدگی بکنن. حال هم یک وقفه کوتاه، باز هم با ما باشین، انشالله که در بخش خبر نکمل با ما خواهد بودن و از خبرهای افغانستان و جهان ما را خبر خواهد.